قصیده گرفتند مال سالها پیش هستی که از افتخارات من این هستش که خیلی ها این قصیده رو به نام خانم سیمین بهبهانی در اینترنت چرخاندند به گمانشان که سروده اون بانوی گرامی است، در حالی که خب چنین نیست و در شأن ایشون هم نبود که این سروده از او باشد. به همین دلیل هم در یادداشتی در سایت بالاترین تکذیب کرد انتصاب این قصیده را به خودش، سیمین بهبهانی عزیز. قلم چرخید و فرمان را گرفتند، قلم چرخید و فرمان را گرفتند، ورق برگشت و ایران را گرفتند. به تیتر شاه رفت اطلاعات، توجه کرده کیهان را گرفتند. چپ و مذهب گره خوردند و شیخان، شبانه جای شاهان را گرفتند. همه از حجره ها بیرون خزیدند، به سرعت سقف و ایوان را گرفتند. گرفتند و گرفتن کارشان شد، هر آنچه خواستند آن را گرفتند. به هر انگیزه و با هر بهانه مسلمان نامسلمان را گرفتند. به جرم بیهجابی بدلباسی زنان را نیز مردان را گرفتند. سراغ سفره ها نفتی نیامد، ولیکن در عوض نان را گرفتند. یکی نان خواست بردندش به زندان، وزان بیچاره دندان را گرفتند. یکی آفتاب دزدی گشت افشا، به دست آفتابه داشت آن را گرفتند. یکی خان بود از حیث چپاول، دوتا مستخدم خان را گرفتند. فلان ملا مخالف داشت بسیار، مخالف های ایشان را گرفتند. بده مژده به دزدان خزانه، که شاکی های آنان را گرفتند. چو شد در آستان قدس دزدی، گداهای خراسان را گرفتند. به جرم اختلاس شرکت نفت، برادرهای دربان را گرفتند. نمیخواهند چون خر را بگیرند، محبت کرده پالان را گرفتند. غذا را آشپز چون شور میکرد، سر سفره نمکدان را گرفتند. چو آمد سقف مهمان خانه پایین، به حکم شرع مهمان را گرفتند. به قوم از روی توضیح المسائل، همه اغلاط قرآن را گرفتند. به جرم ارتداد از دین اسلام، دوباره شیخ صنعان را گرفتند. به این گله دوتا گرگ خودی خورد، خدایی شد که چوپان را گرفتند. به ما درد و مرض دادند بسیار، دلیلش این که درمان را گرفتند. مقام رهبری هم شعر می گفت، ز دستش بند تنبان را گرفتند.
همه اینها جهنم. این خلایق ز مردم هرچه ایمان را گرفتند. برای هر کلام شعر هادی دو تن قند فریبان را گرفتند. فریبان شریف که من 70-80 سال قبل در اونجا به دنیا آمدم. دوشنبه 23 مرداد ماه 1403 خورشیدی برابر است با 13 ماه اوت یا آگست 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو از برنامه خبرها و نظرها بپذیرید. سپاس بی نهایت فراوان دارم از دوست عزیز و نابغه شعر روز و شخصیتی که واقعا لحظه این خلاقیت جوشانش متوقف نمیشه، هادی جان خورسندی که لطف کرد و این کلیپ رو فرستاد و برایش سلامتی زیاد برای خودش و خانوادش آرزو میکنم. امروز مهمان ارجمند برنامه یکی از دوستان دیرین و شخصیت برجسته شناخته شده در جامعه ایرانی، آقای دکتر بهروز بیات هستند که بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدارشون در وین و می نشینیم پای صحبتاشون. تنور انتخابات لحظه به لحظه داغتر می شه و آخرین خبری که سر و صدا کرده مصاحبه ایلان ماسک در رسانه اکس یا توییتر سابق هست که با آقای ترامپ صحبت کرده و البته بعد از مشکلات فنی که بود و حدود 40 دقیقه برنامهشون به تأخیر افتاد، ولی خب بالاخره این برنامه اجرا شد. و خب صحبت هایی که آقای ترامپ کرده و ما آگاه هستیم از دیدگاه های او، به خصوص در واقع مبارزه ای رو که همواره کرده و میگوید که اگر به ریاست جمهوری برسد ادامه خواهد داد، و اون بستن مرزهای امریکا به خصوص مرزهای جنوبی هست که به نظر او از این طریق عده زیادی تروریست و دزد و قاتل و متجاوز وارد خاک امریکا میشن و ایران بزرگی رو میگیره به حزب دموکرات که بین خود دموکرات ها هم عده موافق این نظر او هستن. در مورد خانم کاملا هریس و معاون او آقای والتز که خیلی سر و صدا میکنه و در اجتماعاتی که تشکیل میشه از دموکرات ها سخنرانی های قرایی میکنه، بسیاری از هموطنان ما به حق نگران این هستند که اگر دموکرات ها بر اریکه قدرت بمونن و خانم کاملا هریس رئیس جمهور آینده امریکا بشه، مماشاتی رو که داشته این حزب آقای بایدن به خصوص با جمهوری اسلامی موجب خواهد شد که ما شاهد بقای نظام برای نظام جمهوری اسلامی باشیم برای مدت‌های نامعلوم. پیشبینی این که کاملا هریس انتخاب خواهد شد یا نه
مشکله، ولی آمارهایی رو که مؤسسات آمارگیری مختلف تا امروز انتشار دادن، در بعضی از این آمارگیری ها نشون داده میشه که به اصطلاح سر به سر هستن، یعنی آقای ترامپ و کامالا هریس سر به سر هستن، و در بعضی از این آمارها خانم هریس داره پیش میره از آقای ترامپ. مسئله آنچه که در اروپا میگذره و ما شاهد یکی از تهدیدات تروریستی بودیم در وین، جایی که مهمان ارجمند برنامه ما اونجا ساکن هستند، و باعث شد که در واقع این تیلر سویفت، هنرمندی که بسیار بسیار مورد توجه مردم امریکا و اروپا هست، سه کنسرت پشت سر هم او در وین لغو شد به خاطر تهدیدات تروریستی. معنای این کار این بود که این سه کنسرت که هر کدوم 64 هزار نفر برای دیدنش ثبت نام کرده و بلیط خریده بودن، اجرا نشه و از طرف این هنرمند و به اصطلاح مجریان برنامه او، مدیران برنامه او، قول داده شد که وجوهی رو که افراد دادن برای خرید بلیط به اونها برگردونده بشه. بالا گرفتن تهدیدات جمهوری اسلامی بعد از مرگ هنیه، کشته شدن هنیه در تهران و یکی از سران حزب الله در لبنان، و تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرده، باعث شده که یک نمیدونم به چه صورت بگم، ناوهای هواپیمابر امریکایی و زیر دریایی های امریکایی به سمت خلیج فارس رفتن و آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای هر گونه اقدام جمهوری اسلامی برای حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل. فرصتی که داریم بهتر هست در خدمت دوست گرامی، دوست دیرین و دانشمند ارجمند آقای دکتر بهروز بیات باشم و سلام بکنم خدمتشون، و ضمناً اولین سوالم رو در مورد اینکه جمهوری اسلامی تا چه حد به بمب اتم نزدیک شده، به سلاح اتمی و کاربردش نزدیک شده، و شایعات مختلفی رو که میشنویم به کدومش باید اعتماد بکنیم، و اینکه تا به حال گفته میشه علت مماشات امریکا و کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است. سلام جناب باید. سلام شما جناب حجازی عزیز، دوست دیرین، همکلاس پیچینم. خوشحالم که بار دیگر با شما به گفتگو نشستم. دکتر باید بینوید سپاس گذارم. چیه نظرتون در مورد این جریانات دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی؟ جمهوری اسلامی اصولا برنامه هسته‌ایشو به عنوان یک وسیله بازدارنده بگیم از سر گرفت. منظورم برنامه هستی به طور کلی گفت برای لازم میگم اثر کرده، چون زمان رژیم قبلی هم برنامه هستی وجود داشت،
مدتی خوابید، بعد دوباره جمهوری اسلامی از سر گرفت. دست جمهوری اسلامی از آغاز مجدد برنامه هسته‌ایش در وهله نخست و شاید بگی تنها به این علت بازدارندگی بود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نامطمئن از خود، میدونید خب واقعا یه رژیم تکیه به معنی منفیش در جهان، همچین رژیم مثل جمهوری اسلامی چه میدونم در طول چند دهه اخیر در جهان وجود نداشته، بر پایه ملاها، و این رژیم طبیعتا اعتماد به نفس نداره، برای همین خودش را در دشمنی با کل جهان میپنداشته. و از یک طرف این، از یک طرف برای حفظ مشروعیتش لازم میدونسته که با دشمنی بی حد و اندازه نسبت به ایالات متحده امریکا و نسبت به اسرائیل و تا حدودی نسبت به کل غرب اعمال بکنه. برای حفظ این سیاست جمهوری اسلامی احتیاج به وسایل بازدارنده دارد، داشته، فکر میکنه که داره. یکیش در درون ساختن بمب اتمی، یکیش هم در بیرون ایجاد این گروه های نیابتی که با حزب الله لبنان آغاز شد، بعدش هم بعد از هدیه‌ای که آقای بوش در پس از جنگ عراق در واقع به جمهوری اسلامی داد، خب اینا به هم بس شدن، عراق و سوریه هم و گروه های نیابتی که در آنجا ایجاد شدن بهش پیوستن و آخر سر هم یمن. خب در واقع جمهوری اسلامی بر مبنای این دو وسیله بازدارنده میتونه این سیاستش و سیاست دشمنیش با غرب و سیاست دشمنیش با اسرائیل، با اسرائیل و سیاست نجنگ و نصلحش رو حفظ بکنه. این نقطه نظر خب رفته روی مسیر. حالا برگردیم تمرکزمون روی برنامه هسته‌ایه. در مورد برنامه هسته‌ای به نظر من جمهوری اسلامی همیشه کوششش این بوده که اگر نتواند بمب را بسازد، این گزینه را به نحوی نگه دارد برای آینده. در طول مدتش بالا و پایین فراوان داشته و خب الان بعد از اینکه ترامپ نابخردانه از برجام خارج شد، در واقع برای جمهوری اسلامی، برای علی خامنه ای، برای یاران علی خامنه ای یک هدیه آسمانی بود که برنامه همیشگیشونو که میخواستن پیش ببرن به سمت هرچه بیشتر نزدیک شدن به بمب اتمی، فرصتی برایشون ایجاد شد که دوباره اثر بگیرن، برجام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت زیادی تا حتی 25 سال بسته به چه مواردی محدود میکرد و واقعا هم محدود کرده بود. این اقدام نابخردانه ترامپ در واقع باعث شد که رژیم بره دوباره رو خط به سرعت پیش بردن برنامه هسته‌ایش و استفاده ازش برای تهدید. و میبینیم هم که خب های شروع کردن غنی‌سازی رو بالا و بالاتر بردن، نزدیکتر شدن به غنی‌سازی 90%، در واقع 60% رو انجام دادن، به نحوی که الان جمهوری اسلامی برخلاف برجام که اگر برجام می بود جمهوری اسلامی 12 ماه در واقع یک سال یا بیش از یک سال فاصله داشت
تا اینی که بتواند مواد کافی برای ساختن بمب داشته باشد، اینا مبدل شده به چند هفته. وضعیت فعلا، وضعیت فعلی چنین است. حالا آیا جمهوری اسلامی در لحظه کنونی بمب بسازد یا نه؟ من شخصا تردید دارم که این کار بکنم. میتونم بعد توضیح بدم چرا. این که در پس و پشت کله رهبران جمهوری اسلامی قطعا داشتن سلاح هسته‌ای وجود داره که فکر میکنن اون وسیله استمرار هستیشونه، ایلاز ازش دست بر نمی دارن و همیشه منتظر فرصت خواهند بود. منتها این فرصت چند چیز، یکی این که این واقعیت که جمهوری اسلامی چند هفته تا داشتن مواد کافی برای ساختن بمب فاصله دارد، این هنوز خود بمب نیست. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی هنوز فاصله قابل توجهی در ابعاد سال با ساختن بمب فاصله داره، زیرا که ساختن بمب اتمی فقط کافی نیست که مواد کافی اورانیوم غنی شده داشته باشی. به عبارت دیگر اگر بارود داشته باشی هنوز تفنگ نیست. مواد کافی برای ساختن بمب اتمی هنوز خود بمب نیست. برای ساختن خود بمب یه سری اقدامات ضروریه که به نظر میاد جمهوری اسلامی بکنه کار کرده باشه، روزی چندان پیشرفتی نداشته. از این نقطه نظر به این سرعت صورت نخواهد گرفت. حالا آیا شرایط کنونی که الان میبینیم، آیا وضعیتیه که منظورم این جنگ و جدال در خاورمیانه و حمله اسرائیل و حمله متقابل جمهوری اسلامی و همه داستانهایی که این روزا میشنویم، قتل هنیه و از اون ور حمله به کنسولگری ایران و اینجور موضوعات، خب اینجا در این شرایط به نظر من جمهوری اسلامی هنوز نمیتونه، یا از دو جهت نمیتونه در این فاصله بمب بسازه. یکی که اون تجربه و تدارک و این چیزاش نداره، یکی دیگه هم این که با توجه به این که طرفای مقابل دستشون روی ماش هست، در واقع منظورم اسرائیل، حتی ایالات متحده الان شهر دادید که، از این لحاظ فکر میکنم برایش لحظه مناسبی باشه که بره برای بمب ساختن. تهدیدش رو کرده، دیدیم که تهدیدش رو کرده و به این ترتیب، حتی به این ترتیب که پاره رهبران جمهوری اسلامی مثل کمال خرازی، دو تا وزیر خارجه سابق، یکی هم صالحی، علی اکبر صالحی، اینا هر دو گفتن بله ما قابلیت ساختن بمب داریم ولی نمی سازیم. یعنی حالا تا چه حدش واقعا رجزخانیه، تا چه حدش به واقعیت سخت قضاوت کردن، ولی این ادعا رو میکنن در حال و از اینجوریه. حالا به نظر من جمهوری اسلامی قصدش از برنامه هسته اگر یک روزی بمب سازد، در وهله اول بازدارندگیه. فکر میکنه اگر بمب اتم داشته باشه، مثل کره شمالی، یه کسی جرأت نمیکنه بهش دست بزنه. قصدش بازدارندگیه. و این صحبتایی که میشه که اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، موجودیت اسرائیل در خطر میفته، به نظر من صحبتای تبلیغاتی به واقعیت انطباق نداره از چند جهت. یکی فرض کنیم جمهوری اسلامی بتونه بمب بسازه واقعا و اونجا هم بتونه انتقالش هم بده به اسرائیل. خب زدن اسرائیل کشوری به این کوچکی، اولا باعث میشه که خود یاران جمهوری اسلامی مثل حزب الله هم یا مثل حماس یا اون بقیه یارانش اون دور و بر جهاد اسلامی، اینا هم نابود میشن. یکی این قضیه است که همچنان. دوم این که رژیم جمهوری اسلامی رژیمش به شدت ناسوتی مال این دنیاییه، دنبال کسب قدرت و
ثروتند، در واقع کسب قدرت برای افزایش ثروت. یک همچین رژیمی و یک همچین سردمدارانی قصد خودکشی ندارند، میدانند که حمله نظامی هسته‌ای به اسرائیل معنیش نابودی خودش رو، نابودی ایرانه. خب از این نقطه نظر این چیزی که میگن اگر جمهوری اسلامی بمب اتمی داشته باشد هستی اسرائیل خطر میفته، به نظر من درست نیست. حتی اینو اهود بارج، نخست وزیر سابق اسرائیل و سابقا رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در یه مصاحبهش که دو سال اخیر دقیقا به همین مضمون که من میگم مطرح کرد که چون این چیزی نخواهد بود. جمهوری اسلامی سعی میکنه با این نیابتیاش مثل حزب الله در واقع مرتب به اسرائیل لطمه بزنه، مثل همینجوری که الان میبینیم. شاید بعد بتونیم اندکی بیشتر راجع به این صحبت کنیم، اما الان میخوام بگم به نظر من آنچه که باعث این تبلیغات شدید اسرائیل و نتانیاهو و اینا هست این است که اسرائیل نمیخواهد فرادستی هستیش و هژمونی هستیش رو در منطقه از دست بدهد. در لحظه کنونی اسرائیل توی منطقه خاورمیانه تنها کشوریه که سلاح هستی داره و اینو خب یک وسیله سیادتزاز و این نمیخواد از دست بده کشور داشته باشه. به عبارت دیگر به این خاطر نیست که انقدر شدید راجب برنامه هستی جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه، بلکه به این خاطره که نمیخواد به لحاظ روان شناختی هم شده این برتری هستیش رو تو خاورمیانه از دست بدهد. خب به این ترتیب، یعنی که جمهوری اسلامی همجور گفتم، من اضافه بکنم، من 100% مخالفه نه تنها برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی هم، بلکه مخالف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای تهیه انرژی هم هستم. بدونی که تکنولوژی هسته‌ای جنبه‌های مختلف داره، یک جنبه مهمش در قسمت پزشکی و کشاورزی و دامداری و چون دام 10-20 مورد مختلف میشه به کار برده بشه. اونا هیچ وقت مورد دعوا هم نبودن، رژیم میتونه تو اون قسمت کار بکنه، اونجا هیچ وقت موضوع بحث نبوده. موضوعی که مورد بحث بوده موضوع انرژیه، یکی غنی‌سازی در واقع، که با غنی‌سازی میتونی هم بمب سازی هم میتونی کارخونه را بندازی، کارخونه تولید برق، یک نیروگاه. اجلات من اینجا برگردم به صحبت هم، من 100% مخالفه استفاده جنگ افزاری از تکنولوژی هسته‌ای هستم و حتی مخالف تهیه انرژی اقلن برای ایران. این از این قسمته. اما با این وجود اینو از این لحاظ گفتم که این که میگم اسرائیل در معرض خطر هستی نیست، نخواهد بود، چون که معنی ندارد که جمهوری اسلامی آنجا حمله نظامی هسته‌ای بکند، بلکه بیشتر جنبه روانشناختی داره، چون اسرائیل میخواد اونجا این هژمونیشو نمیخواد از دست بده. شاید هم اینجا واقعا یه نکته اضافه بکنم که از اهمیت سالهاست که بحث این که خاورمیانه به عنوان یک منطقه عاری از سلاح هسته‌ای اعلام بشه. ما در جهان مثلا آمریکای جنوبی رو داریم به عنوان منطقه عاری از سلاح هسته‌ای، ما آفریقا رو داریم و خاورمیانه هم مدت هاست که مطرحه، منتها کشوری که مخالفشه اسرائیله. خب طبیعتا نمیخواد این وسیله برتری رو، برتری داشتن از دست بده. تا حدودی از نگاه اسرائیلی هم قابل فهمه، چون خودشون رو در محاصره در یک محیطی که دوربرشون یا دشمنن یا دشمن پنداشته میشن در حال،
طبیعتا توی این شرایط میخوان یک وسیله آخری داشته باشند و نه شاید هم واقعا فقط متوجه منطقه خاورمیانه نباشه، با توجه به تجربه تاریخی که یهودی ها در جهان داشتن که همه جا اینجا و آنجا و آنجا تحت تعقیب بودن، که دیگه فاجعه آمیزترین وضعش آنچه که نازی ها کردن، طبیعتا قابل فهمه که یک همچین مردمانی احساس آرامش نکنن و اجازه داشته باشن. خلاصه این هم قسمت یه قضیه. بله اگه اجازه بدید، خواهش میکنم پیام های بازرگانی رو بشنویم و بعد بله سوالات بعدی رو حضورتون مطرح کنیم. بله. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جی ال ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جی ال ویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جی ال ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جی ال ویز آگهی شما در کانال های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم ها و سریال های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده، هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا،
مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. دوست گرامی و دیرین، آقای دکتر بهروز بیات هستم و سوالاتم رو ادامه میدم و بعد میخوام بپردازم به اونچه که در اروپا داره میگذره، از تهدیداتی رو که اروپا باش روبرو است از طرف جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش. دکتر بیات، این جریان ادامه فعالیت های هسته‌ای ایران، آیا این امکان رو پیش میاره که امریکا و کشورهای خارجی که بارها گفتن نخواهند گذاشت جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به سلاح اتمی، تصمیم بگیرن که با حملات نظامی به اصطلاح کوبنده تأسیسات اتمی ایران رو از بین ببرن و خطراتی رو که ممکنه این کار داشته باشه اگر جمهوری اسلامی اون قسمت هایی رو که غنی سازی کرده و امکاناتی رو که داره که خود اونها یک خطری محسوب نمیشه؟ حتما اینجوری هست. همچون که شما گفتید، بارها و بارها اروپایی ها و امریکایی ها متحد شد، در واقع این هفت کشور بزرگ جهان، گروه هفت، اینا بارها و بارها توی اعلامیه های پایانیشون به موضوع این که اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد، اینو بارها و بارها تکرار کردند. توی این پیام، توی این صحبت، این اظهاریه، در واقع تهدید جنگ نهفته است. یعنی که اگر که روزی واقعا جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد که به سلاح هسته‌ای به طور مشخص دست پیدا بکند، در اون صورت خطر جنگ تهدید میکنه. در وهله اول اسرائیل، خب همین الانش هم که به این شدت نبوده، دولت نتانیاهو الان سالهاست که سعی کرده امریکا رو، به ویژه امریکا رو، وارد یه جنگ با جمهوری اسلامی بکشد. خب و جنگ واقعا شر مطلق است. پاره که از هموطنه هستن که انگار بعدش رو نمیاد، جنگ میشه رژیم اسلامی ابن میره، رژیمی که منفوره بین بیره، ولی به نظر من خیال باطله. جنگ شر مطلقه. در عراق دیدیم، در لیبی دیدیم، در افغانستان دیدیم که به کجا می انجامد. جنگ شر مطلق است. امیدوارم به اونجا کشیده نشه. اما اگر که جمهوری اسلامی درایت به خرج ندهد، یا و امیدواریم به زودی دیگه وجود نداشته باشه، ولی تا وقتی که هستش یه حدی از درایت رو نگه داره که جنگ کشیده نشه، عواقبش وحشتناک خواهد بود. باید مطمئن باشیم که چنین نخواهد بود که فرض کنید برن مراکز هسته‌ای رو بزنند و بیان بیرون. از چند جهت معنی هم نداره برایشون، ممکنه بزنند بعد فقط متوقف میکنند. اگه بزن، درست این اقدام نابخردانی ترامپ که از برجام رفت بیرون باعث شد که جمهوری اسلامی چی بگم، تشویق شد که برنامه هسته‌ایش رو به شدت بیشتری پیش ببره. خب الان حساب کنید اگه به جنگ
محدود کشیده بشه که مثلا مراکز هسته‌ای رو از بین ببرن که با عواقب بزرگ محیط زیستی خواهد داشت. اینجوری نیست که بگیم همینجوری بمب میزنن و میشکنن و تموم میشه. ولی از اونش که بگذریم، غربی ها اگر اسرائیل، امریکا حمله به ایران بکنن، طبیعتاً میخوان رژیم را، این قابلیت دفاع رو یا انتقام گیری رو، انتقام جویی رو از رژیم بگیرن. از این لحاظ خب میزنن بسیاری از زیرساختهای کشورم نابود میکنن، حالا زیرساختهای نظامی اما زیرساختهای دیگر کشور رو، انرژی و انفاق ببره. در حال امیدواریم که همچی چیزی صورت نگیرد، اما معافلی هستن در اسرائیل. من خود همین دیروز پیروز تحقیق میکردم یک بحثی رو بین یکی از معروفترین مورخان تاریخدانان اسرائیل به اسم آقای موریس که در واقع میگفت اسرائیل باید مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با بمب هسته‌ای حمله کند. اگر 1 میلیون ایرانی هم مردن اشکالی نداره. یعنی همچین تفکرهایی وجود، یه آدم عادی هم نیست، اونجا یه مورخ بزرگ اسرائیلیه. خب ایلان میخوام بگم امیدواریم که به آنجاها کشیده نشه. مسئول اصلیش جمهوری اسلامیه در وهله اول بدون هیچ تردیدی. جمهوری اسلامی با این سیاست فاجعه آمیز ضد بشریش در واقع، با توجه به پیامدهایی که برای کشور داشته، خب واقعا ضد بشریش میشه. امیدواریم که به اونجاها کشیده نشه، اما اون خطر متاسفانه وجود داره. بعدم یه چند جمله بگم راجبش، که چیزی که شما مقدمتا گفتید، واقعا چند جمله کوتاه. یا راجب این که گفتید که کامالا هریس و بایدن اینا مماشات میکنن با جمهوری اسلامی، ظاهرا بعضیا بایدن که ترامپ این کار را نمی کند. بعد من میخوام بگم که تجربه افغانستان نشون داد، میدونید که چی قرار داد تسلیم به طالبان و مذاکره کرد و امضا کرد که میدونید ترامپ امضا کرد. بایدن فقط به نحو فاجعه آمیزی به پایانش رسون، عملیش کرد، ولی باید میکرد چون اون تصویب شده بود و تمام شده بود. میخوام بگم این خیال باطلیه که فکر کنن، من اینجا منظورم این نیست که از بایدن دفاع بکنم و اینجور چیزا، میخوام بگم این توهمیه که پاره از هموطنان دارن که خیال میکنن ترامپ اگه بیاد مثلا کشور از دست ملاها میگیرد. ترامپ هر کی باش کنار بیاد باش کنار خواهد آمد، باید یه امتیازاتی بده، چون اصلا موضوع دموکراسی و حقوق بشر و این حرفا برای اصلا معنی نداره. خب دکتر بیاتی توی کتابی که نوشت هنر معامله، یا کتابی که براش نوشتن، دقیقا میگه و بارها هم همون موقع که روی قدرت بود گفت من فقط میخوام با جمهوری اسلامی مذاکره بکنم و بیارمشون پای میز مذاکره و قصد ساقط کردن رژیم رو ندارم. بله. یعنی میخوام بگم که این خیال باطله. حتی اگرم فرض کنیم سیاست ترامپ بخواد از طریق جنگ به تغییر رژیم به انجامه که فاجعه است، از اونش بگذاریم. بعد میخوام بگم که ترامپ همچون رفیق، برای اونایی که فکر میکنن رفیق خوش عهدی نخواهد بود. اگر که خامنه‌ای فرصت چند تا اگرید که با مال کره شمالی چیکار میکرد، با دیکتاتور کره شمالی چیکار میکنه؟ بله. با پوتین چیکار میکنه؟ بله. خلاصه خواستم فقط اینو در ارتباط با صحبت اولیه که شما کردید اشاره بکنم که بله میتونم ادامه بدم. آقای بیات، این جریان تهدیداتی که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر در اروپا به اون دست میزنن و در شهری که شما زندگی میکنین در وین،
سه کنسرت تیلر سویفت، هنرمندی که برای امریکا یک سرمایه بزرگ هست و هر بار که کنسرت میذاره در سالن‌هایی که تا 100,000 نفر گنجایش دارن، تمام بلیط‌هایی که وجود داره پیش فروش میشه از مدت ها قبل. سه کنسرت تیلر سویفت رو در وین کنسل کردن به خاطر تهدیداتی که وجود داشت. تا کجا جمهوری اسلامی الان نفوذ کرده در با نیروهای نیابتی و تروریستی خودش در اروپا؟ آیا این کسایی که در وین قصد این اقدامات تروریستی رو داشتن که باعث شد که کنسرت ها با هم بخوره، من نشنیدم که اینا ارتباطی با جمهوری اسلامی داشته بوده باشن، اما معنیش این نیست که نیابتی های جمهوری اسلامی، گروه های اسلامگرایی که جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه، به دست به اقداماتی از این دست نزنن. در مورد اینجا خب دو تا جوان بودن که میخواستن اقدامات تروریستی انجام بدن که خب معلوم شدم که اسلامگران، اما با جمهوری اسلامی ربطی نداشتن. اما اگر با یک چارچوب بزرگتری ببینیمش، در واقع سیاستی که ما بیشتر بگم، از یک طرف ما داریم این موج اسلامگرایی، بگیم با انقلاب ایران زندگی مجدد یافته یا تشدید شده، انقلاب 57، این موج اسلامگرایی در حال وجود داره، بالا و پایین داره، نوع داعششو داره، نوع جمهوری اسلامیشو داره، نوع حماسشو داره، حزب اللهشو داره و انواع مختلف. خب اینا الان یه چیزیه که در دنیای ما متاسفانه وجود داره، عامل مزاحمت. منتها این بخش میشم از سیاست غرب نشأت میگیره، در مورد جمهوری اسلامی نه، اما در مورد عراق، در مورد ایجاد داعش، مثلا اون بی سیاستی که امریکایی‌ها پس از اشغال عراق به کار بردن که ارتش عراق رو منحل کردن، دوباره داستان درازی اگه بخوام همش تعریف کنم، در واقع به اونجا انجامید که داعش به وجود آمد. خب یعنی میخوام بگم اینا یه مقداری هم بازتاب رفتار بخشند، این گروه اسلامگرا وجود دارن، تردید توش نیست، اینا ضد تمدنیان بدون تردید، ضد تمدن غربن، چون که خود تمدن مسلط در جهان تمدن غربه، طبیعتاً کشورهای دیگه هم که در حال رشدن، سطح تحصیلات مردم بالا میره، تمدنی شبیه آن خواهند داشت و خب این اسلامگرایان همچی چیزی رو دوست ندارن، در مقابلش مقاومت میکنن. یکیه که در هر حال وجود داشته. اما مثلا نگاه کنیم الان کاری که اسرائیل میکنه در غزه، کاری که کرده، یعنی واقعا اقدامات ضد بشری برای دوران ما قابل تصور نیستن. درسته که حماس یک سازمان ضد تمدنی، سازمان جنایتکار تبهکار، سازمانیه که خب با اقداماتی که این حمله 7 اکتبرش در واقع مرتکب جنایت بسیار بزرگ شد، که هیچ تردیدی مرتکب کشتار و قتل عام، در واقع اقداماتش یه نوع بربریت بود. منتها حالا دولت نتانیاهو اومده این بربریت رو 100 برابر، شاید 1,000 برابر کرده و در غزه به کار میبره. خیال میکنن پیروز میدان خواهند بود، در حالی که باید فکر کنیم همچین اقداماتی باعث میشه که نسلهای جدیدی، حالا ممکنه به اسم حماس نباشه، بشه به اسم مماس مثلا، یک اسم دیگری، اما اینها به وجود خواهند آورد، مردمی رو که در یک جای 2 میلیونی،
2.2 میلیونی بیای 40,000 آدمش بکشی، احتمالاً 10,000-20,000شون زیر آوار موندن. علاوه بر این بعد حدوداً 200,000 در مجموع آدم رو بکشی و زخمی بکنی. خب این عواقب خواهد داشت. این بچه هایی که یه دو بچه زیادی که کشته شدن، کودک تدار، ولی کلی هم کودک بدون پدر و مادر باقی میمونن. خب چه انتظاری داریم که از اینها چی به وجود بیاد؟ خب ای لحال متاسفانه اینه از این لحاظ گفتم که سیاست غربی ها، خب اسرائیل هم جزء لاینفکی از غربه، این کمک نمی کنه که این اسلامگرایی ابین بره. متاسفانه در اثر اقدامات تقویت میشه. به نظر من اسلامگرایی رو میشه ایزوله کرد توی کشورها، اگر که کشورها به سمت دموکراسی پیش برن، اگر کمک بشه به جمهوری، مثلا به ایران، به مردم ایران که بعد جمهوری اسلامی غلبه کنن. یک کشور دموکراتیک هنوز هم این نیروها توش هستند، ولی نیروهای تعیین کننده نخواهند بود. از این لحاظ که خب این که میبینیم الان دوباره یک موج ترور اسلامگرایان شروع شده. خب جمهوری اسلامی به جای خود، ما نمیدانیم در کجا چگونه عمل میکند، مسلمان توی منطقه و طریق نیابتی ها که قطعا میدانیم، در جای دیگه دنیا هم خب ترور کرده، الانش هم در آینده هم خواهد کرد، و این جز از طریق دموکراتیزاسیون این کشورها صورت نمیتونه بگیره. اینجا دوباره میشه پلی بزنی به غزه و حماس. دقیقا نتانیاهو کسی بود که کمک میکرد که حماس سرپا بماند. تو نتانیاهو فکر میکرد یا فکر میکنه هنوزم که وجود این دوتا فراکسیون که با هم سازگاری نداره، یکی اون دولت خودگردان وست بانک، قسمت ترانه باختری رود اردن و غزه، اینا تا وقتی که متحد نیستن میشه بهشون حکومت کرد، میشه بگی من با کی مذاکره بکنم. خب میدونید که نتانیاهو تقویت میکرده همیشه. خب ایه طرف اینجوری، ایه طرف اینجا و اونجا سرانشونه میکشت. خلاصه در حال این وضعیت بسیار بغرنجیه که کمک نمیکنه که اروپا هم به آرامش کشیده بشه. بعد نتیجهش هم این خواهد بود که بسیاری از مسلمانای واقعا بیازاد دیدید توی این کشورها، همین کشورهای اروپایی، خب الان 60-70 ساله که جمعیت‌های مسلمان وجود دارن، از ترک و عرب و ایرانی و امثال همه اینا، ولی تا کنون مشکلی ایجاد نمی کردن. ولی الانه که حتی می‌بینی توی نسل دوم سوم آنها تحت شرایط نوین جهانی، متاسفانه همچین موجوداتی تربیت میشن، الان بخوایم اسمش اینجوری بذاریم، که دست به اقدام میگذارن، از جمله اینی که در وین میخواستن بزنن. اینجا اشاره به یه موضوع واقعا حائز اهمیته. یک دقیقه فرصت داریم آقای. بله 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 به سرعت بیا. اینجا یه چیزی رو که باید در نظر داشت، عدم تناسبه عمل و عکس العمل، کنش و واکنشه. یعنی برای کشورهای پیشرفته غربی مثلا دو تا آدم، همین دو آدمی که در وین، همین دو تا آدم که قصد ترور داشتن، باعث شد که 3 کنسرت 60,000 نفری از کار بیفته. خب یا پاپتی های نهاوندی میگم بل. یا پاورهنه های یمن، بله یوتی در یمن، موفق شدن یک شاهرگ مهم تجارت جهانی رو مختل بکنن. بله. یعنی اشکال کار در این است، از یک طرف جامعه های پیشرفته صنعتی داریم،
از یک طرف گروه های مزاحم، و این گروه های مزاحم با این اقدامات مزاحمت آمیزشون میتونن کشورها رو خب مختل بکنن. در حال نکته مهمیه که باید خیلی ممنون از لطفتون. از عادی خورسندی تشکر میکنم، از جناب عادی آقای دکتر بیات و از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید، و در پایان از امیر شهرتی که مثل همیشه هدایت برنامه رو به عهده داشت و با مهارتی که داره به موقع تصاویری رو که با صحبتها تجانس داشت برای دیدن شما به نمایش گذاشت. تا فرصتی برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش. سپاسگزارم. روز بخیر.